خب فکر میکنم ارتباط برقرار شده باشه بله درسته بسیار عالی خب نه شب هشتم دیما هست شب همه عزیزان بخیر با دو سه دقیقه تاخیر در خدمتون هستم و برنامه امشب رو شروع میکنم خب برنامه امشب اختصاص داره به نقد کتاب Restorative Free Will که من این رو در اینستاگرام روز گذشته معرفی کردم تحت عنوان اراده آزاد ترمیمی ولی الان که دارم فکر میکنم شاید اراده آزاد جبرانی هم بشه معنیش کرد و در واقع یک کتاب خیلی جالب و بحثنگیز نوشته بروس والر هست بروس والر استاد فلسفه است و در واقع ادامه عنوان کتاب هست Back to the Biological Base بازگشت به مبانی زیستی مربوط به سال 2015 هست خب این کتاب رو من به این دلیل انتخاب کردم که به دوستان قول داده بودم که ما یک سلسله بحث هایی رو در زمینه مقوله جبر اختیار اراده آزاد دنبال بکنیم و بر اساس سیاست همیشگی که دنبال میکنیم اینه که از ساده سازی و ساده انگاری پرهیز میکنیم و سعی میکنیم به عمق مطلب بریم فکر میکنم این کتاب از اون کتاب هایی که آدم رو به عمق میبره و آدم خیلی دوست داره راجبش تعمل کنه بیاندیشه و مطالبش رو مرور بکنه هرچند من اگر الان دارم نظر به قول خارجی ها یک بار دیگه فکر میکنم سکنسات فکر میکردم شاید کتاب دیگری رو شروع کنم ولی احساسم دو دل بودم و اون کتاب رو هم همین الان میگم برای اونایی که میخوان شروع کنن در زمینه اراده آزاد مطالعه بکنن قبلتر معرفیش کردم شاید برای شروع بهتر باشه Four Views on Free will. چهار دیدگاه در زمینه اراده آزاد که چهار تا نویسنده داره هر کدوم یک دیدگاه عمده رو مطرح کردن جان مارتین فیشر رابرت کین درک پربروم و مانوئل وارگاس این رو من چند هفته پیش تو اینستا معرفی کردم و توصیه کردم که دوستان اگه علاقمند هستن این کتاب رو به عنوان شروع کار دنبال کنند ولی این کتاب در واقع اراده آزاد ترمیمی هم کتاب بدی نیست یعنی به نوعی خیلی روشنگره و خدمتون خواهم گفت قسمت های برجسته و مهمش رو سعی میکنیم با هم مرور کنیم بهش نگاهی بندازیم امیدوارم براتون قابل استفاده باشه و دید شما رو در زمینه مفهوم اراده آزاد دنبال میکنه اینم بهتون میگم کتاب با وجود اینه که سعی داره به مسئله اراده آزاد در موجودات در حیوانات بپردازه ولی بخش عمده ای از کتاب بخش خیلی زیادیش به بازگویی و تبیین دیدگاه های مختلف فلسفه معاصر علوم اعصاب معاصر و علوم رفتاری معاصر در زمینه اراده آزاده به همین دلیل میتونه چند منظوره برای شما قابل استفاده باشه یعنی علاوه بر اینکه دیدگاه اصلی نویسنده رو دنبال میکنیم بیایم و در واقع یک مرور اجمالی داشته باشیم به خصوص که یک فرد صاحب نظر هست آثار عدیده و متعددی در زمینه اراده آزاد داره بروس والر و با دیدگاه های عمیقتر او آشنا بشه خب من موندم بحث رو چجور شروع کنم چون واقعیتش اینه کتاب یه مقدار شاخه به شاخه زیاد پریده و میخوام لب به کلام لب به مطلب رو خدمتتون برگرفته از این کتاب ارائه بدم شاید اینجوری شروع کنم براتون با الهام از اون کتاب قبلی هم که بهتون گفتم چهار دیدگاه در زمینه اراده آزاد اول بیام یه خلاصه از اون چهار دیدگاه بگم چون تو این کتاب به اون خیلی اشاره کرده و از اون بهره برد و اینا بهتون بگم دوستانی که دوست دارن مطالعه بکنند وقتی چند تا از اینها رو کنار هم مطالعه میکنن همینجور که میرن جلوتر راحتتر میشه راحتتر میشه و شما خیلی در واقع ممکنه کتاب اولی مقدار دشوار به نظر بیاد ولی کتاب های بعدی خیلی تسهیل میشه و اصلا روون میشه و دید کم کم جا میفته برای همیشه شاید تو این جلسات هم اینجوری جا بیفته بر اساس کتاب چهار دیدگاه و اشاراتی که این کتاب خیلی به محتوای اون به خصوص کارهای رابرت کین و در واقع جان مارتین فیشر کرده اینجوری بحث رو شروع کنم که میگن تئوریسین های جدید و معاصر در زمینه اراده آزاد خیلی هاشون رو میتونید تو چهار دسته بگنجونید یعنی ما الان چهار دیدگاه داریم که هر کدوم از این دیدگاه ها در واقع سعی داره جنبه ای از این مسئله رو پوشش بده از این چهار تا من فکر میکنم چهارمیش رو اجازه بدید اصلا بهش نپردازم تو همون کتاب چهار دیدگاه اون چهارمی نوشته مانوئل وارگاس هست دوستانی که علاقمند داشت علاقمند بودن میتونن برن چهارمیش رو هم بخونن اون یه مقدار تلفیقی از دیدگاه دو و یک هست اما سه تا دیدگاه اصلی چیا هست و بروس والر کجا وارد این میشه باز اینم بگم ممکن شما بگی این همه اسم فیلسوف و عصب شناس و اینا برای چی خوبه اینا رو کم کم که تکرار کنید خیلی کمک میکنه که میگه ها این دیدگاه فیشریه میگه نه دیدگاه رابرت کینیه دیدگاه رابرت کینی بیانگر یک عقبه خیلی بزرگ فلسفیه فرض کنید جان مارتین فیشر یک عقبه بزرگ فلسفی رو در این حوزه داره دیدگاه اول رابرت کین رابرت کین معتقده که جهان و رفتار انسان دترمینیستیک یا جبرگرایانه نیست یعنی شما نمیتونی صد درصد پیش بینیش کنی و از قوانین علی و معلولی آنگونه که مثلا حرکت سیاره ها پیروی میکنن پیروی نمیکنه انسان دارای اراده آزاد است و در مقابل اراده آزاد خود مسئول است پس این دیدگاه رو استراحن میگن دیدگاه لیبرتاریان این دیدگاه لیبرتریان معتقده آزادی انسان متکی بر اینه که در واقع جهان جبرگونه نیست، رفتار جبرگونه نیست اگر جبرگونه بود دیگه ما آزادی نداشتیم و مسئولیت اخلاقی هم نمیداشتیم پس همه اینها کنار هم میان مسئولیت اخلاقی داریم رفتار انسان دترمینیستیک یا جبرگونه نیست و در واقع میشه گفت چیزی به نام اراده آزاد داریم این لیبرتریان ها ایده خیلی وسیع هستند من یه مقدار راجب به رابرت کین توضیحاتی رو قبلا تو اون جلسه خودشناسی دادم این همونیه که سعی میکنه بگه درسته که ما جهش های گنده اراده نداریم درسته قادر به خواستن هر چیزی میخواهیم نیستیم درسته که انتخاب های ما به صورت صد درصد آزاد نیست ولی ما در سر بزنگاه ها که قرار میگیریم مختاریم که به این سو بریم یا به اون سو بریم البته این به این سو رفتن یا اون سو رفتن ما در واقع جهش های کوچیک رو شامل میشه و در واقع ما فقط میتونیم این مسیر انتخاب خودمون رو مختصری حرکت بدیم و سوال پیش میاد که خب اون مختصره از کجا میاد یعنی شما چجور میتونی اون مختصره رو ایجاد بکنی اگر جهان علی و معلولیه یعنی هر واقعی فیزیکی علت واقعی فیزیکی بعدی است و همین جور ما توالی علت و معلول داریم پس اون جهش کوچیک از کجا میاد خب اون جهش رو اینجوری توضیح میده که میگه ما بسیاری از سیستم ها در اشل خیلی در واقع میکروسکوپیک آشوبگونه هستند و از قوانین عدم قطعیت پیروی میکنند یعنی اشاره داره به عدم قطعیت ورنر هایزنبرگ و در واقع سعی میکنه بگه که اون ته ته که ما میخوایم انتخاب نهایی رو انجام بدیم قسمتی از سلول های ما قسمتی از مغز ما قادر هست یعنی اینجوری هست که از قوانین فیزیکی مدل نیوتون پیروی نمیکنه در نتیجه رفتار قابل پیش بینی نیست و ما درصدی از انتخاب و آزادی عمل داریم این رو بهش میگه دیدگاه در واقع لیبرتاریان رابرت کین حالا توی کتاب در واقع اراده آزاد ترمیمی یا جبرانی خیلی به اون اشاره کرده و اون رو نقد کرده من برای اینکه یه ذره جذابترش بکنم من چند تا مقاله رو که خود این کتاب اراده آزاد بهش اشاره کرده و در اودل اون مقالات دیگه هست یه مختصری براتون توضیح میدم که اون نهایت عدم قطعیت و آشوبگونه رو امثال رابرت گین چگونه میخوان توی حیوانات پیدا بکنن میتونیم بحث رو با این شروع بکنیم یک مقاله جالبی هست در جورنار Current Biology پر از عکس و نموداره و متاسفانه نمیتونم اینجا نشون بدم دومی... دومنیچی و بوث نوشتنش و اسم کتاب هست اسم مقاله هست اوز میخوام Cockroaches keep predators guessing by using preferred escape trajectories. سوسک ها سیادان خود را مرتب در حالت بلا تکلیفی قرار میدن از راه انتخاب مسیرهای در واقع متعدد فرار. این را شما تجربه کنید. یه سوسک که به سمت شما نزدیک میشه فوتش کنید. و ببینید اکسالعمل سوسک چیه؟ اساس این مقالم اینه سوسکا رو گرفته و با زوایای مختلف فوتشون کرده میدونید سوسک اینجوریه که وقتی فوتش میکنی ممکن شما حس کنی که عجب گیت شد چرا دور خودش داره میپیچه این یا مثلا چرا قاطی کرد ولی در مقابل فوت شما فرار میکنه به جهت مقابل مونتا در این مقاله تعداد بسیار زیادی سوسک رو شروع کردن فوت کردن از زاویه های مختلف و متوجه شدند که اولا سوسکا معمولا تو چهار زاویه فرار میکنه که این زاویه ها صفر، سی، شست و نوت درجه هستند نسبت به خط عمود فوت شما حالا اون مقاله رو برین تصاویر زیادی داره یعنی شما فرض کن سوسک اینجاست شما از اینجا فوتش کنی میتونه اینجوری فرا کنه اینجوری فرا کنه اینجوری فرا کنه و اینجوری فرا کنه یعنی معمولا تو چهار خوشه به فاصله سی درجه قرار میگیره و نکته دیگه ای که هست اینه که این سوسک نمیتونی پیش بینی بکنی تو کدوم میره یعنی مثل تاسه هر دفعه یکی از این مسیرها رو انتخاب میکنه حالا استدلال اینها و استدلال افرادی مانند مارتین هایزنبرگ مارتین هایزنبرگ رو هم کاراش رو بخونید این با ورنر هایزنبرگ فرق داره ورنر هایزنبرگ فیزیکدان بوده مارتین هایزنبرگ عصبشناسه شناسه و پسر ورنر هایزنبرگ است یعنی به نوعی داره افکار عدم قطعیت پدرش رو در زیستشناسی پیاده میکنه مقالاتی داره و این میگه که شاید اینجوریه که وقتی موجودات جهان وارد این تعامل بازی ها سید و سیاد می خیلی مهم بوده که اون موجود بتونه از دست سیاد با مسیر غیر قابل پیش بینی فرار کنه یعنی اگر شما اون سوسکر رو فوتش بگیره اولا فوتش میکنه چرا فرار میکنه خب فوت کردن مال این نیست که سیاد داره فوتش میکنه او در واقع حرکت بدن سیاد رو حس کرده که مثلا میتونه یه مرغ باشه اون بالش که هست و اون جریان هوا رو سریع حس کرده جهت مقابل میدوه ولی چرا یکی از چهار جهت رو انتخاب میکنه برای اینکه اون سیادم بیکار نیست میدونه اگه من اینو فوتش کنم 90 درجه بدوه من شیرجه میرم رو 90 میزنم میگیرمش باید یک چهارم احتمال داشته باشه که بگیردش پس اینا این رو گفته بودند که در واقع در سلسله حیوانات برای اینی که رفتار حیوان غیر قابل پیش بینی باشه نوعی سیستم رفتار تصادفی یا رفتار غیر جبرگونه در او شکل گرفت باز مطالعه دیگه هست که این هم جالبه یعنی از اینا چند مطالعه هست این هم در پناس چاپ شده Proceedings of National Academy of Science کنیث کتانیا نوشته Tentacle snakes turn sea starts to their advantage and predict future prey behavior مشابه این رفتار سوسک رو ما در ماهی ها داریم ماهی که اینجوری قرار گرفته اگر ارتعاشی در یه طرف بدنش صورت بگیره دوچار واکنشی یا عکس عملی میشه که بهش میگن سی استارت سی استارت یعنی چی؟ یعنی فکر کنید که این ور یک ارتعاش اتفاق میفته ماهی سری اینجوری خم میشه و این مسیر رو میره یعنی ارتعاش رو از این ور حس میکنه این ور دوچار انقباز میشه یعنی شکم میده و بعد مسیر مقابل فرار این هم دیدن شبیه همون واکنش سوسکه ببین میگن واکنش سی استارد. حالا شما اگه ماهی ای دو اینا داشتید طرف مقابلش ضربه بزنید میبینید سری قوس میده میره طرف مقابل منتهی این اشاره کرده تنتکل سنیک یک نوع مار هست که او این دست اینو خونده و میاد خودش رو به صورت یو در میاره و وای میسته ماهی بیاد این وسط و طرف مقابل یعنی شکم مار اون ارتعاش رو ایجاد میکنه وقتی ارتعاش ایجاد کرد ماهی کدوم ور میره طرف مقابل میره میره تو دهن مار یعنی اینجوری گیرش میندازه ولی این مقاله و مقاله های دیگه این رو نشون دادن که ببین یه بازی خیلی ظریف بین سید و سیاد هست سیاد این کار رو میکنه برای اینکه او رو به عکس العمل بندازه و وقتی به عکس العمل انداخت گیرش بندازه سیدم بیکار وای نمیسته از طریق اون سیستم ایجاد کننده رفتار تصادفی شروع میکنه بعضی وقتا به جای اینی که سی استارت به طرف مقابل بره برعکس به طرف شکم مار میره و او به نفعش تموم میشه زنده میمونه پس به عبارت دیگر غیر قابل پیش بینی بودند تصادفی بودن رفتار در سلسله های خیلی پایین ایوانی به نفعشون تموم شد اما این چجوری ایجاد میشه اون تو تاس داریم اون تو یک دستگاهی داریم که تصادفی انتخاب بکنه یعنی ماهیه مثلا 60 درصد موارد سی ترن میکنه سی استارت میکنه به طرف مقابل ولی یه جاهایی هم تصادفی اونوری میره و جون خودش رو نجات میده این رو خیلی ها از جمله دانیل دنت روی بومایستر مطرح کردند که به نظر میاد نوعی عدم قطعیت و عدم جبری بودن رفتار در موجودات ارزش بقا داشته حالا اینا دارن یه جوری شاید اراده آزاد رو رومانتیک میکنن میگن اراده آزاد در جریان تکامل ایجاد شده که موجود رفتارش جبرگونه نباشه اما چجوری میتونه این ایجاد بشه مگه سلسله فیزیک در واقع این گونه نیست که هر چیزی علت دیگری است و اینو باید این سلسله توالی پیدا بکنه خب اینجاست که رابرت کین میاد از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ بهره میبره و البته زیستشناسا هم بیکار نبودند سلول های جالبی رو در مغز بسیاری از موجودات پیدا کردند که بهش میگن سلول های موتنر. Mauthner cells M A U T H N E R که اینها توسط لودویگ ماوتنر تو قرن 19 هم کشف شدن ولی تقریبا 50 سال پیش متوجه شدن اینا چه کار میکنن دیدن اینا یک تکسلول بزرگ تو مغز موجودات تو ماهی هست تو مار هست توی بقیه هست و تو خیلی این رده ها وجود داره و این تکسلول بزرگ شلیک کردنش وابسته به سرایت موج در انتهای قرار و عملا میشه گفت که اینها به صورت هرمی روی بقیه سلول ها که جهت حرکت حیوان رو دیکته میکنند مسلط هستند به عبارت دیگر این که من به سمت چپ بپیچم یا به سمت راست بپیچم دست چپ چپمو ببرم بالا دست راست راستمو ببرم بالا همینجور سلسله مراتبی میره بالا تا به یه تک سلول میرسه سلول درشت ماوسنر در بسیاری از حیوانات و شلیک کردن اون وقتی اومدن نگاه کردن دیدن تصادفی است در واقع چی میشه میگه آره اون در واقع برانگیختگی بار در اون دندریت ها و آکسونش بر اساس تصادف از آستانه رو گرهت میکنه شلیک میکنه پس اینجا ما در واقع شاهد یک سیستمی هستیم که تصادفی میشه گفت شلیک میکنه و قابل پیش بینی نیست اگر این رو بخوایم بپذیریم معنیش اینه که به واسطه سلول های در حیوانات و شبیه اون در ذهن ما احتمالا رفتار ما در یک سری بزنگاه ها یا چنگال های دوراهی میتونه این ور بره یا اون ور بره و بدون اینی که با قوانین فیزیک باشه به همین دلیل بخش زیادی از رفتار ما ممکنه غیر قابل پیش بینی باشه که این مثلا ارزش تکاملی داشته باشه این دیدیست که تو دیدگاه شماره یک گفتم رابرت کین از اون بهره میبره و به نظر میاد که قابل تعمل هست البته شما میتونی این اعتراض خیلی قشنگ رو وارد بکنی خب این که اراده آزاد نشد این نشد که من هر چی دلم میخواد انتخاب کنم این معنیش اینه جبری نیست معنیش اینه که خب تصادفیه یعنی من یه زمانی ممکنه بگم که نمیدونم امروز عشقم کشید این غذا رو بخورم امروز عشقم کشید این یکی رو بخورم امروز صبح پا شدم گفتم از این مسیر برم بعد فکر از اون مسیر برم و این که قابل پیش بینی نیست توسط علم معنیش این نیست که من اراده آزاد داشته باشم اما در مجموع تو دیدگاه اول رابرت کین سعی داره این گونه مطرح اما به نظر من توی این سه تا دیدگاه دیدگاه سوم از همه شست رفته تر میشه گفت دقیق تر و در عین حال افراتی تره پس بزنید حالا دیدگاه سه رو براتون بگم و جالبه بروس والر خیلی با دیدگاه سه مشکل نداره یعنی به نظر میاد دیدگاه سه یه جور باش همدردی داره دیدگاه سه خیلی رک و پوسکنده میگه ما چیزی به نام اراده آزاد نداریم رفتار بشر جبریست وابسته به سلسله علی و در واقع انسان مسئولیت اخلاقی هم در مقابل اعمال خود ندارد کیا طرفداران این دیدگاه هستند چند تا اسم رو بشنویم چون بعدا توی فرصت های زیاد به این ها اشاره خواهیم کرد گریگ کاروسو گیلن ستراوسن نیل لوی و درک پرابوم درک پرابوم فصل سه همین کتاب چهار دیدگاه رو نوشته اینا معتقدن ببین این احساس این که من میتونم به این سو برم به اون سو برم اینا همش با خطاهای شناختی قابل توضیح و این یک نوع وهمه و در واقع این زنجیره یک زنجیره متصله منتها میدونید با این قضیه جبری بودن رفتار اینقدر اراده آزاد مشکل ندارن که با مسئله مسئولیت اخلاقی مشکل دارن میگه پس انسان ها مسئول اعمال خیش نیستن میگه آره برای همینه که اینا چند کتاب مشهور دارند این گروه البته یکیش کشمار بروس والره The Stubborn System of Moral Responsibility سیستم سمج در واقع مسئولیت اخلاقی میگه ما مسئولیت اخلاقی نداریم باز بروس والر کتاب 2018 دیگه ای داره The Injustice of Punishment بی ادالتی مجازات و هم دلیل مجازات تلافی جویی معنی نداره ما فقط میتونیم جامعه رو کنترل کنیم یعنی باید جامعه رو فقط به صورت همونجور که بیماری ها رو کنترل می کنیم همونجور که اپیدمی ها رو کنترل می رفتارهای درد سرساز رو هم کنترل کنیم ولی اینکه فلان کس مسئول اعمال خیش اونو مجازا کنیم به سزای اعمالش برسونیم معنی نداره گریگ کاروسو، گیلن ستراوسن، نیل لوی و درک پربوم کتاب های متعددی دارن در فرصت های دیگه مقدار با دیدگاه های اینا بیشتر آشنا خواهیم شد اینا خیلی دیدگاه ولی میشه گفت دیگه هست به اینها میگن ناسازگرایا ناسازگاران در واقع سخت hard incompatibilists میگن که اصلا مسئولیت و مقوله مجازات با اراده آزاد امکان پذیر نیست و در واقع اینها با جبری بودن رفتار فیزیکی جهان در منافات هستند اینا تکلیفشون روشنه اینا گروه خیلی میشه گفت مستقیم الخط و خیلی صاف و پوسکنده مطرح من تو دوستان عزیز من یه خواهش ازتون دارم وقتی دیدگاه ها رو میخونید این یک توصیه فردیست است توصیه عملی باشه براتون به غیر از بحث من اگه یادتون باشه من توی بحث های خلاقیت بحث های تصمیم گیری در شرایط دشوار به یه پدیده به نام CRT اشاره کردم Cognitive Reflection Task و بهتون گفتم گفتم مثال هایی وجود داره مثلا شما فرض کنید یک مثال بود که چهار نفر نقاش چهار تا اتاق رو در چهار روز رنگ می کنند هشت نفر نقاش هشت تا اتاق رو در چند روز رنگ می کنند افراد به صورت تکانه ای و بدون تعمل سریع میگن هشت روز خب همه اینا دو برابر شده اونم دو برابر شده نه که همون رو چهار روز معتقدن ما یک نوع تکانشگری اندیشه ای هم داریم زود نتیجه گیری میکنیم ممکن شما همین دیدگاه رو میشنوید زود نتیجه گیری کنید مگه میشه ما مسئولیت اخلاقی نداریم پس من بزنم اینو اونو بکشم دیگه خب اینا آدم های عمیقی هن. فیلسوف های دقیقی هن. اینقدر هم نیستن که به این مسئله فکر نکرده باشن پس اگه شما یه چیزی سری اومد تو ذهنت اصطلاحا به صورت تکانه و واکنشی اومد یه ترمز بذارید و شروع کنید فکر کردن به این میگن CRT Cognitive Reflection Task و نشون دادن انسان هایی که تفکر آزادتر دارند، تفکر برتر دارند، خلاقترند ترمز بلدن بگیرن رو فکرشون. و در واقع اون انسان هایی که این توانو ندارن ترمز نمیگیرن زود همینجا به ذهنش میرسه یعنی شما میخواید بگی اینا آدمای برجسته مثلا کتاب رو ام چاپ کرده آکسفورد چاپ کرده اینا تراز اول های رشته علوم اعصاب و فلسفه هستند بعد این به عقلش نرسیده که ای پس اینجوری من چاقو بردارم یکی بکشم بگم مسئول نیستم اینا نظام های خیلی پیچیده دارن پس به قول خارجی ها جامپ تو سری نپریم و قضاوت نکنیم این دیدگاه بمونه چون دیدگاه جالب. و راست شو بخواین بخوام یه مقدار از خودم بگم من بین شماره سه و شماره دو مرددم دارم فکر میکنم که حرف دو یا درست یا حرف شماره سه هنوز دیدگاه شماره دو رو خدمتتون نگفتم اگه شماره سه باشه شما فکر نکن برای اون قضیه مجازات و اخلاقیات و اینا یه ای چیزی نیندیشیدن و میگن انسان هر کاری خواست بره بکنه نه اینا خیلی اتفاقا پیچیده تر بحث میکنن و بحث های عمیقتری دارن کتاب های رو خدمتون معرفی خواهم کرد ولی بیایم شماره دو رو بگیم شماره دوی که احساس هم این بود که توی کتاب هم خیلی بهش پرداخته در شماره دو ما شاید بتونیم از دو شخصیت نام ببریم جان مارتین فیشر و تا حدی دانیل دنت. اینا معتقدند که جبری بودن جهان بیرون اینی که وقایع جهان جبری است با مسئولیت اخلاقی و شمه های از اراده آزاد منافات نداره و در واقع شما میتونی اینا رو با هم تلفیق کنی اینکه چگونه این تلفیق رو میخوان صورت بگیرن یه چند دقیقه صحبت میکنم چون تو کتاب اراده آزاد جبرانی بهش اشاره کرده و بحث خود والر رو ادامه خواهم متا حیف حیفم اومد یه پاراگراف رو براتون که ترجمه کردم نخونم چیز جالبیه برای اینکه یه ذره برای من خیلی روشنگر بود یه پاراگرافی است از جورج وایت رایت ببخشید جورج رایت استاد حقوق دانشگاه ایندیانا نوشته میگه مکاتب فکری مرتبط با اراده آزاد و مسئولیت جنایی با سرعت قابل توجهی زیاد شده هند. خیلی اقراق نیست اگر بگوییم در این لحظه هر فیلسوف مطرح و حرفه‌ای در این حوزه در حال نظریه پردازی اختصاصی و تا حدی مجزا و منحصر به خود درباره اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی است راست میگه همینجور شما مکتب مکتب ببینید این کتاب چهار دیدگاه خیلی سعی کرده اینا رو جمع کنه ولی شما ده ها دیدگاه داری این اینو قبول داره اون یکی رو قبول نداره اینو قبول داره به واسطه اون قبول داره و در این لحظه هر گونه شکل قابل تصوری از مفاهیم پایه درباره اراده آزاد و مسئولیت و معنی و نقش آنها حداقل توسط یک فیلسوف تا کنون تبیین گردیده است و اگر روی کردی را بتوان تصور کرد حتما قبلا توسط کسی مطرح شده یعنی اینقدر تنوع زیاده و اینقدر دیدگاه زیاده شما هرچی میخونی میگی این یه دیدگاه جدیده این یه دیدگاه جدیده این یه دیدگاه جدیده خب دیدگاه شماره دو یکی از طرفدارانش جان مارتین فیشر هست میخوام یه چند دقیقه راجع به اون صحبت بکنم و بعد به دانیل دنت اشاره کنم توی دانیل دنت هوشیار باشید یه چیزی میگه که اگر رشته شما روانشناسی علوم شناختی روان پزشکی و علاقمند به رفتار هستید خیلی بحثه و این همون جاییه که منو گیر انداخته همش دو دلم این درست میگه یا شماره سه یا درست میگه. شماره سه یا گفتم خیلی شسته روفتن، اینا میگن فیزیکالیزمه یک نوع رفتار کاملا جبرگونه است و شما نمیتونی کار کنی جان مارتین فیشر چه چیزی رو مطرح میکنه جان مارتین فیشر راست رو بخوای من خیلی طرفش رو نمیدونم احساس کردم که سعی داره شلوغش کنه آب رو گلالود کنه و بتونه به این بچسبونه که همیشه هم جهان جبرگونه باشه هم میتونیم اراده آزاد داشته باشیم و هم مسئولیت داشته باشیم حتی یه ده گفتن این داره یه جوری اون داستان اپیکتتوس رو دنبال میکنه اینا چیزای مهمیه که باید باش آشنا باشید اگه می‌خواید یادداشت کنید اپیکتتوس رو بنویسید اپیکتتوس می‌دونید میدونید الهام بخش بسیاری از روان درمانگران بوده از جمله آلبرت الیس و در واقع اون راشنال ایموتیو تراپی که یکی از روان درمانی های اونده هست برخواسته از اپیکتتوسه اپیکتتوس باورش این بود که اون گونه که ما جهان رو میبینیم و وقایع رو تفسیر میکنیم اهمیت داره نه اون گونه که جهان هست در واقع اون فیلتر ما اون باورهای ما هست که واقعیت جهان رو معنی جهان رو میسازه نه خود جهان بیرون حالا در زمینه اراده آزاد اپیکتتوس چی میگه اپیکتتوس ایده ای رو مطرح میکنه که الهام بخش جان مارتین فیشر و بسیاری از افراد در شماره دو این دسته بندی ها هست اون مثالش اینه میگه اگه شما میخوای فکر کنی جبر و اختیار چگونه هست فکر کن جهان اینگونه است که به شما مثل یک هنرپیشه نقشی رو در یک تئاتر در یک تراژدی یا در یک درام دادند در اون نقش مثلا شما پادشاه هستی آخر سر خنجر میخوری و میمیری این دست خودت نیست اون کارگردان و سناریو نویس اون رو به شما اما اینکه این ای نقش رو چجوری بازی بکنی دل بهش بدی ندی خوب با ظرافت دنبال بکنی اون ریزه کاریاش رو چگونه انجام بدی دست خودته پس در واقع اپیکتتوس این گونه مطرح میکنه که کلیات جهان شالوده مسیر ما توسط قوانین جبری بیرونی ریخته شده اما آنچه که شما میتوانی انجام بدی اون جزئیاته و دست خودته جان مارتین فیشر یه جاهای شبیه این میشه ولی جالبه یه ده به دادش میرسن میگن نه این نیستی میگم خیلی جالبه که یه جاهای خودش دوست داره اینجوری قضیه رو رد کنه دیگه اره هر همینه همینه درسته شبیه همینه ولی بعدا یه عده براش میگه نه منظورت این نیست که آخه این ایراد داره شما هم اگر فکر کنی داره درست اپیکتتوس قشنگه خیلی مزه میده ها ولی شما بگی خیلی قشنگ میپذیرن یعنی اگر شما میخوای از این موعظه ها بکنی دیدن یکی از بهترین راههایی که دیگران مجاب میشن و انگیزشی هم هست اینه که آره تو نقش خودتو خوب بازی کن درست آخر نقش شما مثلا قرار کشته بشی یا قرار ازدواج کنی یا قرار به اون عشقت برسی یا نرسی چون سناریو تو نوشتن ولی میتونی از اون نقش لذت ببری میتونی خوب اجرا کنی یا میتونی خیلی بد اجرا کنی هنر پیشه سطح پایین باشی سطح بالا باشی اینه این خیلی قشنگ توی میشه گفت نوعی روانشناسی عام پسند مطرحه پس این دیدگاه اپیکتتوسی هست ولی متاسفانه خب اگر شما یه فیلسوف جدی باشی به این اعتراض میکنی خب چرا مثلا اون چیزهای کلان دست خودت نیست چیزهای ریزکاری دست خودته چی میشه مثلا اگر اونا از قوانین جبری بیرون پیروی میکنن خب همینی که شما خوبم هم بازی میکنی خیلی حرکات لطیف خیلی میمیک صورتت خوبه اینم از همون قوانین پیروی میکنه دیگه چون حالا ریزش کردی معنی این نیست که در واقع شما میتونی ببین اون رابرت کین تو شماره یک میگفت ریزا رو من میرسونم به اصل هایزنبرگ میرسونم به سلولهای ماوثنر میرسونم به آشوب در سیستم های عصبی و اون رد میکنم ولی اینکه این رو مطرح نمیکنه میگه نه جهان فیزیکیه و بدون به عدم قطعیت بدون استفاده از دیدگاه های تصادف میخواد مطرح کنه خب باید توضیح بده که چجور میتونی اون جزئیات رو در واقع دنبال بکنی یا خود جان مارتین فیشر مثال دیگری داره میگه خب شما فکر کن که یه سری کارت دادن شما بازی کنی اینکه این کارت ها چجوری بر خورده چجوری تو کارخونه ساخته شده دست رو کی به هم زده ایناش دیگه بماند حالا کارتی رسیده دسته تو کارت خودتو خوب بازی کن باز به نظر میاد که یه ذره توش نمیدونم حالا نگیم سفسته انسان برجسته یه. ولی یک نوعی داره میپیچونه و مطرم کن البته اصل دیدگاهش این نیست اصل دیدگاهش اینه من جمله انگلیسیش رو براتون میخونم ترجمهش این میشه I have free will so long as I live my life my way من اراده ای آزاد دارم تا زمانی اینکه زندگیم رو اونجوری که دوست دارم زندگی کنم بعد میگن که خب آخه اونجوری که تو دوست داری خود به زنجیری از علتها برمیگرده میگه دیگه برای من مهم نیست من به اون کاری ندارم اینکه چی شده من اینجوری دوست دارم زندگی کنم اون پشت رو من چند تا علت رو دنبال میکنم بعد که در دور دست میره و ناپدید میشه من دیگه کاری باش ندارم یعنی یه جایی باید جستجو برای این علت اون است و اون علت اون یکیست متوقف کنیم و وقتی اونجا رو متوقف کردیم از اونجا به بعد رو من حس خواهم کرد که آزادم مثل همون بازی ورق این که این کارتا چجوری دست من اومده کارتا رو کی توضیح کرده دیگران چجوری الان این رسید دست من از اینجا به بعد رو من میخوام در واقع باش حرکت کنم I have free will so long as I live my life my way. و در واقع او معتقد بود البته میگم اون جایی که شبیه اپیکتتوس میشد این بود که میگفتش که آره ما یک نوع رگولیشن داریم تنظیم داریم یک نوع گایدنس داریم ذهن ما میتونه هدایت بکنه نمیتونه تنظیم بکنه بعد یه دونه اونجا گیرش انداختن گفتن نه نه ببین این ریزه کاری ها رو شما درست به حد ریز میری و میگی که نه این میتونم زندگی خودم رو راهنمایی بکنم نه اینی که انتخاب بکنم ولی بازی با کلمات در هر حال بگو ببینیم اون لحظه که به زنگاه میرسه میتونی بری اون بر یا نمیتونی بریم اون بر. ولی بیشتر دیدگاه مارتین فیشر اینه که ببین این زنجیره علی ممکنه تا ابد ادامه پیدا بکنه و درست میگی رفتار من همین گونه ادامه پیدا خواهد ولی یه جایی من حس میکنم دیگه بیشتر نمیخوام ببینم چرا من این تصمیم رو گرفتم چرا من این گونه شدم و اونجا به بعد رو من حس آزادی خواهم. خب این در واقع میشه گفت دیدگاه فیشریست ولی دیدگاه فیشری رو راستش بخوام من خیلی برام چالش جدی ایجاد نکرد یعنی اسم میگم که هنوز اون دیدگاه شماره سه خیلی بهتره که اینکه میگی در واقع همه چی دیتم اما دیدگاه دیگری این یکی رو باید روش فکر کرد تو روانشناسی و علوم اعصاب این یکی جدیه من راست راستش بخوام بین این و شماره سه این میرم میام این درست میگه اون درست میگه و شاید تا حدی دانیل دنت این رو مطرح کرد بیا بحث رو اینجوری مطرح کنیم یکی از چیزهایی که در تقابل با اراده آزاد هست مفهوم بخت و اقبال سخت است کتاب نیل لوی هست Hard Luck How Luck Undermines Free Will and Moral Responsibility بخت و اقبال سخت چگونه بخت و اقبال اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی را زیر سوال میبرد نیل لوینو میگه توماس ناگل هم اینو میگه این فیلسوفا اینو میگن گه. میگن قسمت زیادی یا تقریبا همه آنچه که ما داریم اقبالمونه. اقبال مونه اقبال ژنتیکی مونه اقبال محیطی مونه شرایط اجتماعی که توش قرار داریمه گذشته مونه وقایع کودکی مونه خب همه اینا رو ما اثر گذاشتن تا ما رو به اینجا رسوندند و منی که الان اینجا هستم خب در واقع محصولی از اونام پس نمیتونم مسئول رفتار خودم باشم چون رفتار من برخواسته از اون گذشته ای منه انبوهی از اون پارامترای مختلفیه که من رو ایجاد کرده و به همین دلیل من نمیتونم آزادم باشم چون اونا در واقع سرنوشت من رو به نوعی انتخاب های من رو مشخص کردن هرچند مارتین فیشر میگه نه من از اینجا به بعد می میکنم میتونم هر کاری دلم میخواد بکنم بکنم آره ولی خب این چیزایی که دلت میخواد از توسط اون زنجیره اون پشت تامین شده پس هر کسی یه مسیر براش مشخصه و او نمیتوان او را مسئول دانست و او هم نمیتونه هر کاری دلش خواست انجام بده این دید البته خیلی جدید نیست یک مثال شبیه این رو لورنسو والا زده این مثال ها رو اگه دوست داشتین یادداشت کنید چون شما وقتی مثلا میگم تقریبا 15 تا کتاب رو من نگاه کردم بعضش رو تموم کردم بعضیش رو دارم آماده میشم برای اینکه خدمتتون معرفی بکنم مثلا به لورنسو والا زیاد اشاره کردن لورنسو والا یه سوال قشنگی میکنه اولا لورنسو والا رو بشناسید یکی از متفکران قرن 15 هم هست و اگر تو تاریخ بخواید بدونید لورنسو والا برای چی معروفه او کسیه که در واقع چیزی رو در میاره به نام عتیقه قسطنطن که ولتر و انقلابیون فرانسه خیلی از اون بهره میبرن تقریبا 300 سال بعد عتیقه قسطنطن داستانش اینه که او در واقع یک نوع میشه گفت افشاگری علیه کلیساست چون کلیسا ادعا کرده بود که قسطنطن کنستانتین در قرن چهارم بخش زیادی از روم و اون چیزی که امروز واتیکان و اینا هست رو طی نامه ای به کشیش ها بخشیده و پوپ در واقع در اون مکان زندگی میکنه و حکومت خودش رو اداره میکنه خب لورنسو والا در آورده بود که این ساختگیه و این اصلا همچین چیزی نبوده اصلا کنستانتین هم چیکار نکرده این نامه ای که به عنوان عطیه کنستانتین هست چهار قرن بعد جعل شده ببخشید و این در واقع یکی از چیزای مشهور توی تاریخ انقلاب فرانسه است که ولتر و اینا رو علم کردن که در واقع حکومت اون پاپ ها رو زیر سوال بردن که ببینید شما ملکتون قصبیه اصلا با دروغ گفتی حالا کاری به این نداریم ولی خواستم بگم لورنسو والا یکی از اون شخصیت های مشهور تاریخه اون سوالش رو اینجوری مطرح میکنه سوالش این جملات مثلا توی کتاب های حقوق اخلاق فلسفه اخلاق روانشناسی اخلاق روانشناسی شخصیت این جمله‌ی لورنسو والا هست که میگه آیا سکستوس تارکوینیوس مسئول سرشت شوم خودش هم هست یا نه حالا الان سمبل بی اخلاقی و سمبل نمیدونم رزالت هیتلره یعنی گفتم هر بحث روانشناسی اخلاق دیر اسم هیتلر بالا میاد ولی تا قرن 15 هم اسم سکستوس تارکوینیوس بالا می اومده. که در واقع فرزند خلف نمیشه گفت ناخلف و پردردسر آخرین پادشاه روم هست دقیق بفهمه روم پادشاهی داشته بعد جمهوری شده بعد امپراتوری شده تقریبا 600 سال پیش همزمان با دوره حخامنشی یک حالت پادشاهی داشته و لوسیوس تارکوینوس سوپربوس آخرین پادشاه بوده این پسرش از اون شررا بوده دیگه یعنی تقریبا هیچ کار اخلاقی رو رایت نمیکرده کرده به قول معروف تمام فسق و فجور رو داشته به نوامیس مردم نظر داشته و اصلا میگن فروپاشی پادشاهی روم تقصیر این بود این اینقدر اومد عیاشی چیزی چیز کرد که آخر سب به زن یکی از افراد نظر کرد اومد براش تو پاپوش درست کرد او رو مورد تعرض قرار داد و این باعث خیزش مردم شد و پادشاهی روم فرو پاشید این سمبل در واقع بی اخلاقیه دیگه و لورنسو والا این بحث رو مطرح میکنه که آیا سکستوس تارکوینیوس مسئول این سرشتش بوده چون خودش میگفته ببین من یا آدم رزلم یا آدم حوسبازم بلحوسم شهوترانم نمیدونم انباع انحرافا و اینا رو دارم ولی خب لحظه که خودم شناختم اینجوری بودم و در واقع میشه گفت خیلی این رو به عنوان چالش یا سوال لورنسو والا میدونند که آیا شما مسئول این سرشت خودت هستی من از موقعی که خودم شناختم اینجوری بودم من از موقعی که میدونم یه آدم عصبی مزاج بودم از موقعی که بودم یه آدم خیلی حوسران بودم برعکس من یه آدم خیلی دقیق بودم این همون مفهوم است که توماس ناگل بهش میگه بخت و اقبال سرشتی کانستیتوتیو لاک که محصولی از ژنتیکه اول کودکی شماست رشد شماست اینا. و وقتی اینو میگن این سرنوشت شما رو مشخص میکنه رفتار شما رو مشخص میکنه خب من مسئول این نیستم پس منو چجور مسئول اعمال خیش میدونی بیشتر اعمال من از این ساعت شده الان روان پزشکی بیولوژیک روانشناسی بیولوژیک تمام اداش اینه میگه سهم زیادیش ژنتیک 70 80 درصد بقیه‌اش ابتدای کودکی است و بعد اون ناملامت که شما میاد که سرشت شما رو میسازه این سرشتی که شما الان داری کاراکتر و شخصیت شما رو میسازه و این کاراکتر اگر معیوبه خب شما مسئولشی خب گرگ کاروسو اینا میگه خب همین عرض کردم دیگه اون گروه شماره سه میگه خب بله بنده هم همین رو عرض میکنیم میگه ولی شماره دو آیا راهی برای این داره یا من به شماره دو فکر میکنم دیدگاهی است که دانیل دنت مطرح میکنه اولا این گونه ببین بیا برای شماره دو فکر کنیم توی کتاب خوب به شماره دو پرداخته. و این رو یه لحظه شما نگه دارید چون بحث جدیه تو تئوری شخصیت تو تئوری روان از اون استفاده خواهیم فکر کنم ایده رو گرفتین دیگه اگر ژنتیک من اتفاقایی که تو کودکی من افتاده یادگیری های کودکی تو چهار پنج سال اول مدرسه اینا همین اینا اثر کرده رو هم جمع سوار شده و زندگی من رو این شخصیت من رو ساخته خب من این عقب رو بخوام نگاه کنم من که مقصد اینا نبودم و اینا داره رفتار منو دیکته میکنه دیگه مگر اینکه شما شماره یک باشی رابرت کین بگی نه یه جاش هست هایزنبرگ وارد عمل میشه و شما این ور میتونی بری اون ور میتونی بری بقیه اینا باشه خب اون قبل مسیر رو داده گفتیم فیشر اینجوری حل میکنه میگه خب شما هی بخوای این زنجیره رو بری عقب همینجوری ادامش بدی الاعبد ادامه داره یه جایی ما میکنیم ولی حالا چرا قهتش میکنیم بروس والر نویشتنده یه کتاب حاضر میگه چرا این چراش سواله برای چی باید یه جایی و حسب قرارداد چی از اینجا به بعد دیگه میگیم که دا... از اینجا به بعد تا خودمو از اینجا تاریخ حسابه قبلش تاریخ رو حساب نکنیم چرا چرا حساب نکنیم اگر مثلا اینکه شما بگین از اینجا به بعد مثلا حرکت سیارات رو حساب کنیم قبلش رو حساب نکنیم آیا این راه حلی داره که بتونیم گزینه دیگه رو مطرح بکنیم گزینه دانیل دنت مطرح میشه فیلسوف آمریکایی اولا دنت و روی بومایستر این دوتا یه ایده ای دارن که میگن اراده آزاد و انتخاب میتونه ارزش تکاملی داشته باشه همونطور که رابرت کین و داستان سوسک و مار گفتیم که اینا میتونه انتخاب های متعدد باشه اما در واقع چه حرفی رو میشه گفت دانیل دنت در این مورد میزنه حرف دانیل دنت این هست من اصل جملهش رو ببینم میتونم براتون پیدا بکنم. اصل جمله دانیل دنت اینگونه گونه مطرح میشه. Luck averages out in the long run. بخت و اقبال در دراز مدت به میانگین میرسد اینو تو ذهنت نگه دار مفهوم میانگین شدن بخت و اقبال میگه شما از ژنتیک بد آوردی از خانواده خوش ممکنه خوب آوردی ممکنه از محیط کودکی بد آوردی از محیط تحصیلی شانس آوردی از کشوری که توش به دنیا اومدی شانس آوردی خانواده شانس آوردی یعنی به عبارت دیگه اینجوری مثال میزنه میگه درسته ما کارتهای بد داریم کارتهای خوب تو زندگی داریم ولی اگه شما دستوی زیادی بازی بکنی و تعداد زیادی وقت رقم دست بشه لاک averages out شانس بالاخره به میانگین میرسه یعنی به هر کسی یه چیزی دادن که جمع میانگین اینها تقریبا منصفانه است اینجاست که به قول معروف بروس والر فیوزش میپره میگه آخه نه نمیشه که یعنی چی یعنی شما داری میگه که همه بالاخره هر کسی از یه چیزی شانس آورده حالا یکی خانوادهش پولدار معنوی نیست یکی معنوی مهربون نیست یکی نمیدونم بیماری مادرزادی داره و همه اینا اینقدر چون عاملا زیاده اینا رو خوب بر بزنی به میانگین میرسه و میگه زندگی فقط یه تصمیم دو تصمیم که نیست یک ماراتونه اینا اصطلاح های دانیل تنته تو چی مطرح کرده تو اون کتاب بال روم 1984 که در واقع این میانگین رسیده میشه خب اینجا بروس والر یادتون باشه ما بحث قبلی رو داشتیم اون کتاب رابرت فرانک رو اشاره کردیم برنده همه رو میبرد یا اثر ماتیو گفتیم نه آخه کجا میگیم به تعادل میرسه شما یه ذره جلو بودی ممکنه همون برات اون کارت برنده اینقدر شما رو جلو انداخته که حسابی جلو افتادی یا اون کارت بازنده اون ترومایی که تو کودکی خوردی باعث شده با مجرمین رفت هش رو نش کنی محیط اجتماعی دوست شده بعد همینجور قهقرا رفتی و بعد آخر سر افتادی زندان این چه جوری داری میگی به میانگین میرسه ولی این بحث اخلاقیشه بحث دیگرش شبیه اینه و این نوع میانگین رو مطرح میکنه به این بحث فکر کنید یه لحظه نگه ببینید چند تا مثال براتون بزنم اولا چند تا اصطلاح داریم پلاتو پلاتو یعنی چی منحنی اینجوری میره این شکلی میشه به این میگن پلاتو یا اصطلاح گود ایناف به اندازه کافی خوب ببین شما میخوای راه رفتن یاد بگیری چندتا چند تا مثال برات بزنم یه بچه لبه میز رو میگیره یه بچه نمیدونم لنگ لنگ بلند میشه یه بچه رو باسنش راه میره بعد همه اینها نهایتا پا میشن رو دو پا و راه میرن میگه یادگیری هم همین جوریه. شما همین میری بری 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 بالا بعد به یه حد پلاتو میرسی برای همین مادرایی که خیلی نگرانن بچه من نمیدونم چرا اینجوری راه میره چرا دستشو اینجوری میگیره بعد از سه چهار سال خواهند دید که همه بچه ها تقریبا یکسان راه میرن به غیر از یک اقلیتی که اختلالات جدی عصبی دارن نورولوژیک دارن بقیه میتونن راه پس اصطلاحا میگه منحنی شما درسته از مسیرهای مختلفی که میرسه ولی آخر سر به یک سطحی از سقف میرسه و همه به اون حد خواهند رسید مثال دوم زبان ببین شما ممکنه در یک خانواده زباندان عدیب نمیدونم خیلی فرهیخته روش کنید در یک خانواده برون. اون از نظر لغتی جلویی ولی دیر یا زود همه بالاخره زبان اون مادری رو یاد میگیرین و میتونید با هم دیگه گفتگو کنید در واقع به یک پلاتو میرسه پلاتو چیه منحنی میاد بالا با می و اینجا میرسه یا اصطلاح گودیناف به اندازه خوب کافی او میگه دانیل دنت که تو مسئولیت اخلاقی و مقوله انتخاب هامون درسته عوامل متعددی دخیله ولی دیر یا زود آخر سر همه اینها به یک حد سقف میرسن و نقش اینها کمرنگ میشه لذا شما صاحب یک برابری میشی و اون عناصر قبلی شما نقششون کمرنگ میشه حالا چرا میگم این اهمیت داره دوستان مثال های دیگه فکر کنید راستش بخوام من این مثال رو هنوز در ذهن دارم همون مقوله شخصیت رو نبید. اون تارکوینیوس روانپزشکی بیولوژیک روان شناسی بیولوژیک باورش اینه ژنتیک موثره کودکی موثره نمیدونم اون شرطی شدن های چند سال اول زندگی موثره ولی اگر دنتی بخوایم به قضیه نگاه کنیم وقتی خداگاه ساخته میشه و وقتی خودت رو شناختی یه دفعه خیلی از اون عوامل ناپدید میشن باز مثال دیگه براتون بزنم نه امیدوارم مثال بتونم جواب نزن. ببین شما مثلا گوشی های مختلفی دارید برندهای مختلف دارید قیمت های مختلف دارید چیزای مختلف دارید. ولی وقتی که همه اینها به حدی از تکامل برسن که به وای فای یا به اینترنت وصل بشن شما تقریبا به یه برابری میرسید خیلی فرق نمیکنه مثلا بگی که اون چون گوشش خیلی گرون قیمته خیلی سخت افزار خوبی داره رم خوبی داره اون گوگل رو بهتر سرچ میکنه نه به یک حدی از کفایت میرسه جمله قشنگی که شاهکار کتاب بروس والر هست این رو میگه صفحه 95 هست Everyone who is minimally competent is regarded as equally competent به نظر من قشنگتر نمیتونست دوگانه بین دیدگاه شماره دو و شماره سه رو مطرح کنه Everyone minimally هر کسی که حداقلی از کفایت رو داره معادل بقیه حساب میشه یعنی شما یا مسئول اعمال خیش نیستی دوچار جنونی دوچار صفاحتی دوچار عقب موندگی هستی ولی وقتی به مرحله تکاملی خداگاهی رسیدی دیگه همه با هم برابریم و میگه سیستم قضایی اینجوری حساب میکنه ببین اون آدمی که مثلا عقب مونده است اون آدمی که پسیکوتیکه اون رو مسئول نمیدونن ولی وقتی به یه حدی از نرمالی رسیدی دیگه میگه همه با هم برابرید فرقی نداره تو بگی من کودکی سختی داشتم مادر پرخاشگر داشتم برای همین یارو رو تو خیابون با مش زدم همونقدر شما رو مجرم میدونن که اونی که میگه من از کودکی خیلی خوبی اومدم خانواده خیلی خوبی داشتم هیچ بیماری در خانوادهمون نیست و ژنتیکمون هم خیلی خوبه منم زدم میگه اون سیستم خداگاه که احساس آزادی داره و در واقع شخصیت شما رو تعریف میکنه او میتواند منفک شود از زیر ساختای خودش این رو ما در نظریه شخصیت دانیل مک آدامز دن مک آدامز هم مطرح میکنه برای همینه میگم این دیدگاه رو یادداشت کنید چالشیه یعنی به عبارت دیگر وقتی من به اون مرحلهای رسیدم که خداگاه دارم ببین الان شما خداگاه داری دیگه حس میکنی وجود داری حس میکنی گذشته داری احساس میکنی که اه من یه آدم بالغم من یه آدم میتونم تصمیم بگیرم اه میتونم حرکت بدم اون سیستم هرچی هست یک فرایندیه که از دل اون زیر ساخت سرشتی بیولوژیک زاده شده ولی به استقلال رسیده و او دیگه با این قوانین پایین بازی نمیکنه من هنوز رو این دو دلم چرا؟ چون شواهدی در روانشناسی وجود داره که این صحت داره به عنوان مثال اون گونه که شما جهان رو میبینی اثر میکنه نه اون گونه که جنای شما میگه دیدن ژنتیک اونقدی هم که فکر میکنی نمیتونه سرنوشت شما رو بسازه و در واقع یه جاهایی هست که روان ما میتونه بازی های خیلی قشنگی بکنه میگی با تمام 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 این شواهد من عکسش رو میخوام انتخاب کنم و به نظر میاد که اون از اون اصل پلاتو پیروی میکنه یه مقدار پیچیده است ولی میگم با همین مثال اینترنت شاید چیز باشه یعنی شما این شکلی فکر کن من مثال این مثال دنت نیست مثال خودمه که شما فکر کن وقتی دیگه به اینترنت وصل شدی اینکه گوشی چه هاردی داره جنسش چیه چند خریدی اینا فرق نداره دیگه شما اینترنت رو گرفتی و وقتی هم شما به خداگاه کانشسنس وصل شدی اون سیستم میتونه همینطور که زبان هست ببین شما ممکنه فک متفاوت داشته باشی دندونای متفاوت داشته باشی لحجه متفاوت داشته باشی ولی وقتی حرف میزنی سوای همه اینا مفهومت منتقل میشه دیگه شما ربطی به این نداره که من تو دماغی حرف زدم حرف شما یه جور دیگه تعبیر شد به یک حدی از پلاتو میرسی یا گودیناف میشه مثلا وقتی سیگنال منتقل میشه دیگه اون کابل تلایی ای بلنگو چیه فرقی نداره شما کلام رو میفهمی یه خشقش داره ولی فهمیدم چی میگه صداش پایین بالا میشد ولی فهمیدم چی میگه حالا این دیدگاهی است که میگم everyone who is minimally competent is regarded as equally competent آیا این درسته آیا ما حد کفایت داریم چون حد کفایت میگه خداگاهی دیگه کانشسنس یعنی که نه این یک خط مستقیمه و این عوامل به صورت خط مستقیم اثر میذارن کودکی بد داشتی رو تصمیم های بد دست میذاره نمیتونی به سطح شیبدار نمیرسه به سقف نمیرسه که خب این عناصر دیگه بالاخره همونطور که شانس میگیم بالاخره به میانگین میرسه اون عناصر هم به میانگین میرسند این دیدگاه شماره دو هست. و تو کتاب به نقد اون پرداخته اما دور دور شدیم یه مقدار از بخشایی از کتاب دیگه چه چیزهایی رو کتاب میگه من تو چند دقیقه باقی مانده میخوام کتاب اون قسمتایش رو که جالبه توضیح بدم خب یه جای دیگه این رو میگه میگه که میگم چند کلونی داره یکی از کلونی های خیلی مهمش بود کلونی مهم دیگر کتاب چه چیزی رو میگه میگه که به صورت دیرباز بحث اراده آزاد و اختیار درش یک اشرف مخلوقات بودن انسان و اینی که انسان یک خمیرمایهی متفاوت از بقیه ی حیوانات دارد مستطره و او مثلا به متعلهین قرون وسطا اشاره میکنه مثلا جیووانی پیکو دلا میراندولا که این تقوی اون تفکر مسیحیت اون زمانه قدرتی خداگونه که اجازه میدهد انسان بین حیوان و خدا نوسان کند و او معتقد بوده که قبل از فلسفه مدرن علوم اعصاب مدرن حتی تا دکارت بر این باور بودن که یک عنصر یک جزئی خداگونه معجزه‌گونه در انسان فقط وجود داره در حیوانات نیست که از قوانین علی پیروی نمی‌کنه میتونه هر چیزی خواست انجام بده کتاب 2020ش رو من دو سه روز پیش پیدا کردم و شروع به خواندن کردم همین بروس والر اسم کتاب اینه اگر خواستید شما هم شروع کنید خوندن ببینم اگه خوبه معرفیش کنم خدمتتون فری ویل مورال ریسپانسیبিলিتی اند دی Desire تو بی ا گاد اراده آزاد مسئولیت اخلاقی و میل به خداگونه بودن او اشاره داره که این میل به خداگونه بودن این عنصر خداگونه ای که بشر برای خودش تعریف میکنه و باور داشتن که او هست که قوانین علی رو میتونه تخطی کنه و بدون اینی که از قوانین علی پیروی بکنه میتونه نتیجه کار رو عوض بکنه. تا آخرین فیلسوف هایی که بهش اشاره میکنه میگه مثلا رودریک چیزام هست. چزام. که او معتقد بوده ما ممکنه یک پرایم موور آن موفد باشیم. یک حرکت دهنده غیر حرکت گیرنده. یا یک علت بدون علت. یعنی ما... تای خطمون تو زنجیره علی و معلولی نباشه اما میگه فلاسفه مدرن دیگه این باور رو کنار گذاشتند نمیتونن به این جایگاه مجزا فکر کنند و او معتقد یکی از چیزهایی که باعث شد این تفکر رشد بکنه یعنی تفکر اینکه ما سوای دیگر حیوانات هستیم همین مبحثیه که او مطرح کرده که در واقع تو حیوانات هم ما رگه هایی از انتخاب مقوله اراده دیده میگم با وجود که عکس کتاب عکس یک شامپانزه گذاشته روش و مسئله ی حیوانات و مبانی زیست رو داره دو فصل بیشتر بهش اشاره نمیکنه خیلی گذرا ولی اشاراتش اینه میگه حیوانات آینده نگری دارند چیزی که همه فکر میکنن فقط بشر داره فرانس دووال خیلی مواقع میگه میگه وقتی مثلا میمونای میخوان فردا برن یه جایی چیزی رو شکار بکنن با خودشون رو شب قبل سنگ میبرند یعنی فردا این برام لازم میشه یا یک میمونی تو باغوش سوئد هست به نام سانتینو این رو همه بهش اشاره میکنن تو پنج تا کتاب من دیدم به این سانتینو اشاره کردن سانتینو اینیه که بعدش میاد و خطرناکه برای اینکه شامپانزه ها گفتم قوی اون افرادی که میان بهش میخندن و شکلک براشون در میارن با سنگ میزنتشون سنگم خوب پرت میکنه خوبم به هدف میخوره و بعد مقامات باغوش اون سنگا رو جمع کردن بعد دیدن این یواشکی روزای قبل میره سنگ از این و پیدا میکنه میاره قایم میکنه که اگه کسی روزای بعد اومد من حالش رو با این سنگ ها میگیرم یعنی نوعی آینده نگری داره اتفاق دیگه ای که دیدن اینه که اینها فرهنگ دارند یعنی بعضی هاشون بعضی رفتارها رو انجام میدن حالا اینی که منظورم اون مدل بی فرهنگ یا با فرهنگ نیست نه که بعضی الگوهای رفتاری دارن و مقاله قشنگی رو باز مثال میزنه شما عکساشو برین توی مقاله ببینید قشنگه culture of chimpanzees آندرو ویتن و کریستوفر بوش نوشتتش در ساینتیفیک امریکن چاپ شده 2001 ژانویه 2001 مثلا دیده این ور رودخونه اینا که میخوان گردو بشکنن سنگ و اینجوری مثلا میگیرن دستشون یا اون طرف گفت مثلا این شکلی میگیرن یعنی این این شکلی گرفتن مد میمونای وره یا بعضی ها هستن مثلا از چوب استفاده میکنن برای اینکه بکنن تو لانه موریانه در اینجوری مصرف میکنن بعضی دیگه مثلا چوب رو این شکلی میگیرن یعنی طرز گرفتنشون اینا ف... کلونی به کلونی و گروه به گروه فرق میکنه و اینا نشون میده که بعضی میمون ها این اخلاقیات رو دارن بعضی رو ندارن در صورتی که قبلا این تصور میشد که اینها صرفا محصول اون موجودات انسان محصول انسان هاست و باز اشاره دیگه ای داره این رو من جداگانه در یک سخنرانی خدمت تو خواهم گفت مبحث قشنگیه و روش مقدار زیادی مقاله جام کردم اسم سخنرانی میخوام بذارم مورچه زحمتکش ولی مقوله سخت و تلاش در حیوانات همه این تصور رو داشتن که حیوانات همواره گزینه ساده رو انتخاب می‌کنند. حتی من به تنز و شوخی میخواستم اسم سخنرانی رو بذارم نگاهی علمی به مقوله مفخوری چون فرضشون بر این بود که حیوانات همیشه هم از غذای رایگان استقبال می‌کنند. چیزی که بی هزینه باشه سری میرن طرفش و در استفاده از جنس ارزون و مفت و رایگان شک نمی کنند. ولی یافته خیلی قشنگی هست که کبوترها، موشها، شامپانزه ها اون چیزی رو که براش زحمت کشیدن دوست دارند، نون مفت دوست ندارند. یه جاهای حتی شک میکنن حتی رابرت کورتس بان روانشناس مشهور میگه که این شاید ارزش بقا داره چون تو طبیعت ما چیز مفت نداریم و وقتی یه چیز مجانی و دارن بهتون تعارف می‌کنن یه کلاکیه یه تله‌ای دوشه باید صاف نره بیفتی توش مثلا این رایگان بود من رفتم استفاده کردم خوشا یه تله است مثلا ماره یه جور برات داره نقشه میکشه و در واقع دیدن حتی مورچه ها اون چیزی که بیشتر زحمت می‌کشن بیشتر بسن ولی به عبارت دیگه سخت کوشی و زحمت کشی در حیوانات نوعی از رگه هاش وجود داره اصلا نباید فکر کنید که این فقط اخلاق متعالی انسانی است که من زحمت میکشم آدم آقا این کارا به ما نیومده ما باید نون بازوی خودمون رو بخوریم خیلی از حیوانات هم رگه از این تفکر رو دارن و توش دیده شده خلاصه پیام سادهش اینه که میگه همونطور که وقتی شما میخوای بدونی قلب انسان چه جوری کار میکنه میری قلب قورباغه و قلب موجودات پایینتر رو تشریح میکنی باید رگه هایی از انتخاب و اراده آزاد و به تاخیر انداختن پاداش و لذت رو تو حیوانات هم جستجو کنید من قبلا چند تا بحث براتون گذاشتم از جمله توتی هایی که به تاخیر مینداختن که پاداش بزرگتر پیدا کنند یعنی همونطور که والتر میشل و اون کودکانی که اون مارشملو ها رو جلوشون میذاشتی دیدیم که خیلی از حیوانات هم میتونن این کار رو بکنن به عبارت دیگر او اشاره داره که در سلسله حیوانات رگه از خداگاهی تئوری ذهن فرهنگ و اراده آزاد و خیشتنداری وجود داره پس اگر در اونها وجود داره ما میتونیم این فرض رو بر این بذاریم که این یک ریشه عمیق زیستی داره و صرفا محصول انسان نیست به همین دلیل او سعی داره این بحث رو بلا موضوع بکنه در کتابش که در واقع اشاره ای داره که این که هی همه شلوغش میکنی معمای اراده آزاد این اصلا معمانه شما تو رگاه حیوانات هم بری در واقع از این دیده میشه باز یک قسمت مهم دیگر رو ما در کتاب داریم یعنی اگر من فکر کنم شاید سه یا چهار بخشش بود یکی اون سه دیدگاه بود دیگری دیدگاه پلاتو دانیل دنت بود مسئله که در همه حیوانات دیده میشه بود و این دیدگاه بعدی اینه که میگه اتفاقا بین فلاسفه بین اندیشمندان اتفاق نظری وجود نداره که اراده آزاد چیه یعنی شما چی رو میگی اراده آزاد و اون نشون میده که طی تاریخ افراد دیدگاه های مختلفی داشتند به عنوان مثال لوکرتیوس فیلسوف رومی لازمه اراده آزاد گردش های ناگهانی و تصادفی در انتخاب ها و رفتاره میگه اگر موجودی همواره توی یک مرز یک نواخت حرکت کنه و این منتها ها رو انتخاب نکنه او که اراده آزاد نداره باید بتونی کارهای خیلی عجیب قریب بکنی باید یه کارهای کاملا غیر بکنی که ثابت کنه اراده آزاد داری در مقابل اون میگه نه خیلی از فیلسوفا این رو نمیگن میگن اراده آزاد یعنی پیروی شما از اقلانیت پیروی شما از تصمیمات درست تقریبا 15 قرن الهیات مسیحیت میگفت اراده آزاد یعنی شما انتخابی بکنی که همسو با فرمایشات و دستورات الهی باشه پس معنیش نیست هر چی دلم خواست انجام بدم آیا انسانی مثلا بگه من آتش بزنم به مالم این نشون دهنده اراده آزاد منه یا این نشون دهنده عدم اراده آزاد و بیماریته آیا تو اراده آزاد آلترناتیوهای های زیاد معنیش اراده آزاده یا کم از سوزان ولف یاد میکنه لازمه یه آزادی اقلانیت کامل است و در پیروی از مسیر واقعی و نیک true and good از اونجایی که مسیرهای جایگزین آلترناتیو انحرافات غیر اقلانی از نیک و حقیقی گود و تروت هستند سرکشیدن و انتخاب این راه ها توانایی غریب و غیر معمولی است که هر کسی بخواهد طالب آنها باشد در واقع به نوعی در سلامت او باید شک کرد به عبارت دیگر خیلی از فیلسوف ها باورشون این بوده انتخاب آزاد یعنی من بشینم فکر کنم و اقلانی انتخاب کنم نه اینی که تصادفی و در واقع احساسی انتخاب بکنم در مقابل دیدیم بعضی‌ها گفتن نه خیر اتفاقا انتخاب آزاد اینه که یه جایی بتونی اقلانیت تو زیر پا بذاری و کارهای غیر عقلانی بکنی یا مثلا اینکه گزینه‌های مختلف جلوی من باشه و من انتخاب بکنم مهمه یا در واقع گزینه‌های مختلف نباید باشه الان دیدن یکی از چیزهایی که باعث میشه شما نتونی انتخاب کنی داشتن گزینه‌های زیاده وقتی آلترناتیف های شما زیاده احساس میکنی اراده آزاده زیر سوال رفته احساس میکنی نمیتونی آزادانه انتخاب بکنی و در واقع معماهای خیلی پیچیده ای که در زمینه اراده آزاد هست شاید بخشی از کتاب خیلی قشنگ به این تعلیمی میپردازه که اصلا بشر راجب این که چی اراده آزاده و انتخاب چی هست دوچار تناقض و شوق است. پس اینقدر هم شما نباید فکر کنید که یک جواب قطعی براش وجود داره مثلا در واقع گفتم اینی که مسیر حق رو انتخاب بکنی مسیر عدالت رو انتخاب بکنی این نشانه اراده آزاده یا اینی که اتفاقا بتونی به خودت ضربه بزنی اینی که بتونی به خودت آسیب بزنی و باز یک مفهوم دیگه پس اجازه بدید اون زحمت کشی و سخت کوشی رو در یک جلسه دیگه برگزار کنیم که خواهیم دید کبوترها یه جاهایی هست برای چیزی که زحمت کشیدن بیشتر ارزش قائلند و وقتی بین دو تا گزینه میذاری مفت و زحمتدار دار میرن زحمت رو انتخاب میکنن اینم که از مهمات چرا این میکنن در صورتی که افراد تو اون اقلانیت ساده انگارانه فکر میکردن که همه باید دنبال چیز رایگان و ارزان بریم و حالا بشر نمیرفتن میگفتن به دلیل مسائل متعالی اخلاقی و در واقع باورهای متعالی شه ولی تو حیوانات هم اینجوریه پس همونطور که بروس والر میگه این مفاهیم فقط خاص انسان نیست پس یه بحث زحمتکش رو دنبال خواهیم کرد یه بحث دیگر رو تو زمینه اراده آزاد داره اونو تو فصل یه دونه به آخرش مطرح میکنه یکی از دوستان گفته بود که آره در واقع نباته جمله که من دوست دارم که وقتی راجع به روان صحبت میکنی بالاخره اسم فروید هم دیر یا زود میاد یکی از کارهای شاهکار فروید کیس دوراست فروید خودش از کیس دورا خیلی سرخورده بود و اسم کردی یکی از نقاط ضعفشه و جالبه اونایی که فروید رو ساعتی میخونن میگن فرو... یکی از جایی که فروید خراب کرده کیس دوراست در صورت که به نظر من کیس دورا یکی از عمیقترین قسمت های اندیشه فروید و سوال جالبی رو مطرح میکنه این سوال رو من میخوام در یک جلسه جدا به عنوان یک چهارشنبه مطرح کنم که چرا دورا مهمه اما بخوام براش تبلیغ کنم و به نوعی اشاره کنم به کتاب بروس بولر. داستان این گونه است که ببین انتخاب های آگاهانه حسابه یا انتخاب های هیجانی هم حسابه مثال ما میگیم سر بزنگاه اخلاقی من این طرف اخلاق رو انتخاب کردم اون طرف نرفتم خب افراد این صحبت رو میکنن میگن زمانی میگی اراده آزاده که با آگاهی به دو آلترناتیو و به صورت تعمل و تفکر انتخاب کرده باشید و اخلاقی بودن فعل شما اینه در صورت که خیلی ساده دیدن بیشتر اخلاقیات اینجوری اتفاق نمیفته چرا این راه رو انتخاب نکرد؟ خوشم نمیاد چندشم شد بدم میاد آقا این پولا رو از گلو من پایین نمیره خب از گلوت پایین نمیره آیا این یه مزیت اخلاقی آگاهانه است؟ یا در سرشت؟ و در حیجانات توست کیس دو به این می یعنی شما یک فعلی رو که جامعه غیر اخلاقی میداند زمانی ارزش اخلاقی داره که شما آگاهانه و با اراده و تلاش انجام ندی یعنی که اصلا حس کنی من این کاره نیستم اصلا تو ذات ما این چیزا نیست شما این جملات رو شنیدی نه آه تو ذات ما از این نوکلکا نیست اصلا این تا آدم تو ذاتش این نو پول خوردن نیست آیا اگر شما گوشت سگ نمیخورید این یک فضیلت اخلاقی است یعنی آگاهانه گفتید که من خیلی دوست دارم گوشت سگ بخورم وحشتناکه ولی حس میکنم با باورهای شرعی سنتی من منافاته جلو اشتهای خودم رو گرفتن نمیخوام این یعنی که صرفا چندشت میشه خب اگه چندشت میشه خب پس این آیا باید بهت مدال اخلاقی داد حالا سوال بیشتر اون چیزهایی که ما به عنوان انتخاب اراده آزاد میدونیم آیا وابسته به شناخت ریفلکتیو وابسته به تعمل و کاغنیشنه یا وابسته به حیجانته نمیتونم من بعدم میاد آقا من مثلا به این فرد اصلا نمیتونم نظر داشته باشم مثلا یه مثال براتون بزنم دیده بودن خیلی از افراد مثلا یکی از سوالای جالبه 80 درصد به خصوص خانم ها واکنششون به پورنوگرافی چندش و تهوع بوده در یک مطالعه خب آیا ندیدن پورنوگرافی اون موقع یک فعل اخلاقی است یا یک فعل زائقه است و اون زائقه اگر به سرشت برمیگرده دیگه انتخاب آزاد نیست که سرشت دیگه مثل اینی که منم مثلا ممکنه یک نوع اغذیه رو دوست نداشته باشم از که جلو من ببرن که اینو میبینم حالم هم میکنه آیا این رو به حساب فضیلت اخلاقی فرد باید, باید به عبارت دیگه کجا شناخت و کجا هیجان کیس دورا این رو میگه و این تو تئوری اراده آزاد اینم مطرحه ما چرا همش معتقدیم اراده آزاد باید حتما آگاهانه باشه اون اش چی میشه باز از هری فرانکفورت نام میبره هری فرانکفورت رو من فکر کنم اسمش رو شنیدید اون کتاب بولشیت آن بولشیتش مشهوره هری فرانکفورت میگه که اراده آزاد حتما باید با تعمل آگاهانه همراه باشه پس اون قسمت زیادی که جاناتان هایت میگه انتخاب های ما هیجانی و ناخد آگاه اون کجا میره پس اونایی که معقوله مسئولیت اخلاقی رو میدونن باید به اینم جواب بدن دیگه ما همش میگیم مسئولیت اخلاقی یعنی من آگاهانه سر به زنگاه سر یه دوراهی گیر کردم و این ورو میرم یا اون ورو میرم در صورتی که بیشتر اینها سرشت هیجانی منه که اصلا خودم در تکامل اون شاد نقشی هم نداشتم گرایشات حس های درونی منه و بقیهش موقعیتی میشه و نهایتا یکی مثل رابرت کین پیدا میشه و اون انتهای کار میندازه گردن هایزنبرگ که این ور اون ور بری پس میبینید داستان رو بروس والر به خوبی اشاره میکنه این قدم شسته رفته نیست که شما فکر کنید تمام زندگی شما یه دوراهیه و این دوراهی ها سرنوشت همه چی رو روشن خواهد کرد و شما این ور بری یا اون ور بری من میخوام اینا مختارم این ور برم یا اون ور برم نه 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 داستان خیلی پیچیده تر همون پدیده که من عرض میکنم تو سخنرانیام فاینگ در واقع داستان رو خیلی پیچیده تر بتونه. خب این چند بخش بود از کتاب در واقع Restorative Free Will اراده آزاد ترمیمی و یه چند قسمت دیگه هم داره که من حالا خیلی فکر میکنم چون وقت گذشته به اونها نپردازم توی بخش های دیگه دنبال خواهم کرد پس اجازه بدید مباحث رو البته با یک فاصله اون مسئله زحمت کشی تلاش و افرت رو دنبال بکنیم نمیخوام همش راجع به بحث های اراده آزاد باشه و اون کیس دورا رو مطرح کنم چون ببین این سوالم مطرح میشه یه ده از متفکرین اخلاق هم اینو گفتن گفتن که خب اگر شما یه کاری رو زیاد انجام بدید تبدیل به عادت میشه و کم کم ممکنه توی احساساتت بره پس اتوماتیک میشه آیا ما بابت اتوماتیک بودن بعضی رفتارمون هم فضیلت داریم یا مسئولیم ببینی اون سوال لورنسو والا هنوز که هنوز پاورجاست اون یارو تارکوینیوس سکستوس تارکوینیوس خب عادت کرده بوده به یه چیزهایی از کودکی و دستا اتوماتیک بوده براش و همین جاست که ما داستان اعتیاد رو داریم باز هری فرانکفورت یه مبحثی داره که در واقع وقتی ازش میپرسن کی اراده آزاد داره یه مثالی میزنه که همه شکه میشند در واقع مثال او Uh, مثالیه که کسی انتظار نداره بهش میگه willing addict معتاد داوطلب یا معتاد با اراده یعنی چه جوری ببین uh, یه سری از معتادا هستن اینجوریان میگم ببین من هر چی سعی کردم هروئین رو بذارم کنار نتونستم هی میرم ترک میکنم نمیتونم من نشستم من نمیتونم هروئین بذارم کنار به همین دلیل الان با این نیت که نمیتوانم هروئین رو بذارم کنار دارم آگاهانه و داوطلبانه و با انتخاب خودم هروئین مصرف میتونم. هری فرانکفورت به این میگه willing ادیکت معتادی که خودش میخواد و معتقد این سمبل و نشانه اگر بگی مستاق اراده آزاد چیه میگه اینه و شما حالا فکر کن بابا یارو معتاده اصلا معتاد تو اسمش هست که یعنی ارادهش خراب شده بعد شما میگی سمبل یا مستاق اراده آزاد ویلینگ ادیکته میگه آره دیگه برای اینکه آگاهانه به این نتیجه رسیده من نمیتونم این کارو بکنم پس انتخاب میکنم ادامه بدم حالا این رو بروس والر تو کتابش اشاره کرده و بهش چندین صفحه اختصاص داده میگه ببین چقدر مفهوم اراده آزاد پیچیده است یه فیلسوف برجسته مثل فری فرانکفورت پیدا میشه میگه اون مستاق اراده آزاده آیا دورا و اون رفتارهای هیستریکش مستاق اراده آزاده کی آزاده یعنی اون مستاق رو چگونه میبینیم خب والر به خوبی اشاره داره که واقعا تفاوت خیلی عمده ای تو بین فیلسوفا هست و به درستی کسی نمیدونه مستاق اراده آزاد یعنی پیچیدگی خیلی بیشتر از اون اینکه صرفا به سه دیدگاه بپردازیم اون حس درونی اراده آزاد چیه اون معتاده رو بعضی آزاد میدونن اون کسی رو که تکانه‌ای میتونه به خودش آسیب بزنه میگه اراده آزاد داره ولی میتونه این کارو بکنه در مقابل ما سوزان ولف رو داریم که میگه نه اراده آزاد زمانی مستاق داره که شما کارات رو اقلانیت و فکر رو برنامه باشه اگه غیر این هستی اراده آزاد نداری هرچی دلم میخواد که اراده آزاد نشد و دلم یه چیز منطقی و حساب شده بخواد خب یه بخش دیگر رو هم من امیدوارم باز در آینده پوشش بدم اونم هم داستان همین مسئولیت اخلاقیه چون دیدیم که اون شماره سی ها گرگ کاروسو گیلن نیل لوی و درک اعتقاد عجیبی دارند که ما چیزی به نام مسئولیت اخلاقی نداریم و البته اونا معتقدن جامعه بشری روزی به جایی میرسه که هیچ مجازاتی توش نخواهد بود همش فقط ابزار کنترل خواهد همونطور که شما بیماری ها رو کنترل میکنید همونطور که اپیدمی ها رو کنترل میکنید ممکنه پرخاشگری سرقت و اینا رو هم کنترل بکنید و دیگر در اونجا تلافی جویی و به نوعی به حق خود رساندن به سزای اعمال رساندن مطرح نیست و حتی اونا یه جمله قشنگی دارن توی کتاب بروس والر تو همین کتاب بهش اشاره کرده میگه بشر یه روزی میشه که مفهوم مسئولیت اخلاقی و اراده آزاد مثل فلوژیستون میشه دوستانی که تاریخ علم رو خوندن میدونن فلوژیستون چیه وقتی اجسام میسوختن اینا فکر میکردن یه چیزی درونش هست به نام فلوژیستون که آزاد میشه و در واقع نمیدونستن که سوختن یک اکسیداسیون سریع هست که با آزاد شدن گرما هم و چون بعضی افراد بعضی عناصر وقتی اکسید میشدن وزنشون بیشتر میشده تو ترازو میذاشتن به این نشه رسودن فلوژیستون وزن منفی داره ضد وزن داره و این رو گورگ ارنست شتال در شیمی و فیزیک مطرح کرده بود و الان دیگه شما هیچ وقت نمیگی فلوژیستون آزاد کرده و اونا هم معتقدن که یه روزی بشر به جایی میرسه که این کانسپت ها این مفاهیمی مثل نمیدونم مسئولیت اخلاقی و اینا مثل فلوژیستون دیده میشه میگه نه فلوژیستون نیست یه چیزی به نام اکسیژن هست اکسیژن با یه چیز دیگه ترکیب میشه بعد انرژی آزاد میشه بعد اکسید ایجاد میشه و این شکلی هست و اونا سعی دارن پس بذارید مبحث اونا رو هم جداگانه در چند کتاب خیلی قشنگی که دارن و در واقع اونا یک مقدار تبعین اجتماعی دارن مطرح ولی چون میخوام یه مقدار مفاهیممون خیلی از روانپزشکی روانشناسی دور نشه اینا رو به تناوب لابلای بقیه یه مباحث خدمتون معرفی خواهم کرد یکی از کتابایی که خیلی دوست دارم خدمتون معرفی کنم همون سویت سپات پال بلوم هست که چرا ما کارهای خدازارا نمی کنیم چرا به خودمون آسیب میزنیم چرا مردم خودشون رو تو حچل میندازن چرا برای خودمون دردسر درست میکنیم اصلا چه لذتی است چرا همیشه در واقع کلوفتی نان و نازکی کار رو نمی چسبیم یه جاهایی میریم چالش میکنیم فکر میکنم اون مطالب جالب فردی براتون داره امیدوارم بحث امروز براتون قابل استفاده بوده باشه تا هفته بعد همگی رو به خدا میسپارم ممنون از توجه شما